سرک عمومی کندز گلتپه که بیش از 10 سال به دلیل تهدیدات ماین کارگزاری شده مسدود بود، از وجود ماین پاکسازی شده و کار جغل اندازی آن آغاز شد. این سرک از سالها به این سو به دلیل ماین کارگزاری شده و خرابی برای مردم مسدود بود و باشندگان این ولسوالی از مسیرهای فرعی به شهر کندز رفت آمد می نمودند. رئیس فواید عامه کندز می گوید که به خاطر تقاضای مکرر مردم پس از پاکسازی سرک از وجود ماین های کارگزاری شده، اکنون کار جغل اندازی 13 کیلومتر سرک را به همکاری مالی مردم شروع کردند. به فضل خداوند که این فتح عظیم آمد، به برکت این فتح عظیم دیگه به مردم احساس پیدا شد که باید سرک ما چرا خم شود، چرا خم نشود. یعنی در این مویسفیدان مراجعه کرد، دیگه که مسئولیت فواید عامه بود که باید میکرد سر، چون که سرک القوی است. یک سرکی است که مثلا ولایت کندز و ولسوالی گورتپه، ولسوالی قلعه‌زار، ولایت بلخ ای وصل میکنه. دیگه تقریبا 13 کیلومتر سرکی است. سابقه هم یک کدام تصمیم کدام مؤسسات سابقه که گرفته بود، رقیرش گرفته بود، بعد از او به وجه نوی مشکلات ایمان. ولسوال گلتپه از همکاری مردم و توجه حکومت در راستای بازسازی این سرک استقبال می کند و می گوید که بیش از 10 سال این سرک برای رفت آمد باشندگان این ولسوالی مسدود بود. ترمیم کاری سرک عمومی ولسوالی گلتپه که از مدت 10 سال به این طرف مسدود بود، خوشبختانه امروز با سعی و تلاش ریشه‌فیدان منطقه ولسوالی گلتپه و همت والای مردم اهالی ولسوالی گلتپه با توجه خاص مقام محترم رهبری ولایت کندز با همکاری ریاست محترم فواید عامه عملا آغاز گردید که همه ما شما در حال تماشا و در حال مشاهده است. از سوی هم شماری از باشندگان این ولسوالی با آنکه از باز شدن این سرک و کار جغل اندازی آن استقبال می کنند و اما می گویند که در بیش از 20 سال گذشته از نبود آب آشامیدنی صحی، نبود برق و سایر خدمات عامه محروم بودند و از حکومت می خواهند به مشکلات آنان رسیدگی کنند. امی سرکی که فعلا ما شما هستیم تا آخر گلتپه را به نام قوشرج میگه 35 کیلومتر طول داره، تنها 3-4 کیلومتر از اگر قیر باشه دیگه متوقع همه از خامه است. تمام وقت مریض دارا مردم های عبور مرور میکردگی همه در مشکلات هستن. از همه از این متقاضا میکنیم در حصه قیر از در حصه بازسازی آبادانی از سهم باشن. از خیلی مشکلات ها بود، تقریبا 7 سال میشه که سرک مردم بند بود و دیگه ماشاءالله امارات اسلامی افغانستان آمد رو به رو ترقی هست و انشالله امروز آغاز شده که سرک جور شود، بعد از انشالله کلینیک شاید جور شود و دیگه امکانه در ضرورت مردم انشالله از قبیل برق و دیگه چیزا انشالله ضرورت است. خلق و دو گورتپی ولس در دیر مشکل سر مخامخو و الحمدلله نن دامرت اسلامی راغله ده سرکم خوششو او خوابه منگه دیر پا سخت و لارو پا زنگلونو که راتاوی دلو وزدار از منگ سرک جور شو دا از منگ دیخانانو تا از منگ ولستا مریضانو تا طول و تا دا یو نعمت ده. این سرکوی ما چند وقتی خراب بود که بکلی ما تا بولو رفته نمیتونستیم، موتر رفته نمیتونست، دیگه نمیتونست کشولا میکرد مردم موترها رو دیگه میکرد. یک رای آباد نبود، یک دیگه نبود، نولی که گمی جور میشه واگه یک نیک یک گوانجا کنه و یک پنج پال تر کنه و بخیزه برو واقعی جور میشه، صحیح جور کنه که همیه خیر شو و یک دیگه شو مواقع در آرام بریم بیایم. سرک تیکا تیکا ده و پاک مینونو غربیل غلبیل کرده ده بامون پی رو رو گلا غار غاری کرده ده چی سرک منگ تا جور شی سل روپی کرا ده 500 روپی ده برا شی ده گتا ده چا ده گتا ده ملت ده جغل با پیواچی رو رو گلا خدا با ماسی سر اولی پوخ بیکی ساز بیکی. گلتپه از ولسوالی های تازه تشکیل شده در ولایت کندز است و از محروم ترین ولسوالی این ولایت گفته شده است که باشندگان آن به خدمات عامه کمتر دسترسی دارند. حسیب حساس، تلویزیون اورانوس، ولسوالی گلتپه، کندز.